کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه اعلام کرد در پایان سال 2023 میلادی حدود 320 روزنامه‌نگار در سراسر جهان به دلایل کاری محکوم و زندانی شدند. چین با 44 روزنامه‌نگار زندانی در رتبه اول و میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ابتدا گزارش همکارم علی اکبری را با هم ببینیم. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه اعلام کرد در پایان سال 2023 میلادی حدود 320 روزنامه‌نگار در سراسر جهان به دلایل کاری محکوم و زندانی شدند. بیش از یک سوم روزنامه‌نگارانی که طبق سرشماری کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در اول دسامبر 2023 در زندان به سر می‌بردند در چین، میانمار و بلاروس بودند. چین با 44 روزنامه‌نگار زندانی در صدر جدول است و پس از آن میانمار با 43، بلاروس با 18، روسیه با 22 و ویتنام با 19 روزنامه‌نگار زندانی در رده‌های دوم تا پنجم هستند. ایران و اسرائیل هم هر کدام با 17 روزنامه‌نگار زندانی به طور مشترک در رده ششم قرار دارند. 17 خبرنگاری که در زمان سرشماری در اسرائیل نگهداری می‌شدند فلسطینیانی بودند که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر در کرانه باختری دستگیر شده بودند. به گفته این نهاد بین‌المللی آمار کلی در مقایسه با 2022 که 367 روزنامه‌نگار زندانی بودند کاهش یافته و دلیل عمده آن آزادی بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران است. در سال 2022 میلادی یا 1401 هجری شمسی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران در جریان اعتراض‌های آن سال بازداشت و بسیاری از آنها بعداً به قید وثیقه آزاد شدند. بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، حاکمیت ایران در جریان اعتراض‌های سراسری 1401 دست کم 79 روزنامه‌نگار از جمله 31 خبرنگار زن را بازداشت کرد. گزارش این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد بیشترین روزنامه‌نگاران زندانی با 32% در حوزه سیاسی فعال بوده و پس از آنها خبرنگاران حوزه حقوق بشر با 23%. علاوه بر دستگیری خبرنگاران در ایران، توقیف و تعطیلی روزنامه‌ها و نشریات و سایت‌های خبری شیوهی متداول است که اگرچه از ابتدای سال 1357 در ایران رایج بوده، اما از شروع دوره اصلاحات شدت بیشتری گرفت و اوج آن مربوط به اقدامی بود که به توقیف فله‌ای مطبوعات شهرت یافت. روزنامه‌های صبح امروز، آفتاب امروز، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، فتح، آریا و نیز مجله‌های ایران فردا و پیام هاجر از جمله رسانه‌هایی بودند که با مجموعه بیش از 1 میلیون تیراژ به صورت ضربتی در سال 1379 توقیف شدند و نتیجه آن بیکار شدن نزدیک به 1000 روزنامه‌نگار و کادر فنی و اداری بود. این دستور 3 روز بعد از سخنرانی رهبر ایران صادر شد که در مصلای تهران روزنامه‌ها را پایگاه دشمن نامید و گفت آنها همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی بی سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند. بعدتر فضا برای روزنامه‌نگاری در ایران تنگ‌تر شد و مجلس ششم هم با حکم حکومتی رهبر ایران نتوانست قانون مطبوعات را اصلاح کند. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 دامنه ی توقیف نشریات و دستگیری خبرنگاران و فشار بر آنها گسترده تر شد تا آنجا که بخش عمده ای از افراد رسانه ای ترجیح دادند که به خارج از کشور مهاجرت کرده و جلای وطن را برگزیدند. در دولت حسن روحانی هم او با اینکه در ابتدای ریاست جمهوریش بر رسانه‌های آزاد تاکید کرد و شکایت‌های باقی مانده کابینه قبل از رسانه‌های منتقد را پس گرفت، اما عملاً حال مطبوعات بدتر شد. در سال‌های اخیر حتی شیوه‌های جدیدی برای پرونده‌سازی علیه روزنامه‌نگاران در جریان است.
چنانچه پس از شلیک به هواپیمای اوکراینی، ماموران امنیتی خانه 6 روزنامه‌نگار را تفتیش کردند و وسایل کار، کامپیوتر، موبایل، کتاب و اموال دیگر آنها را توقیف کردند بدون آنکه اتهامی به آنها وارد یا بازداشتشان کنند. دستگیری نیلوفر حامدی و الهه محمدی در جریان اعتراض‌های سال 1401 به دلیل انتشار تصویر مهسا امینی در بیمارستان از دیگر اقدام‌های حاکمیت ایران علیه خبرنگاران بوده است. فیلتر شدن سایت دیدار نیوز هم از دیگر اقدام‌هایی بود که طی روزهای اخیر رخ داد. اما با وجود تمام محدودیت‌ها و در زمانه رونق شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها همچنان برای زنده ماندن به آب و آتش می‌زنند و هنوز غروب‌ها در تحریریه‌ها ولوله به پاست. علی اکبری، اخبار شیعه. جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران با ما همراه هستند. آقای مقدم، سلام عرض ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. بزرگوارید. آقای مقدم، گزارش را با هم دیدیم. زندانی شدن روزنامه نگاران در برخی از کشورها، آن هم به دلیل انجام حرفه خبری اما با اتهام‌های خلاف واقع، حکایت از چه واقعیتی داره؟ بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که خب خیلی خوب بود گزارش که من شنیدم از رسانه شما، گزارش خوبی بود و اشارات خوبی هم داشت. این تبع قدرت دیگه، متاسفانه حکومت‌هایی که در اونها دموکراسی رایج نیست و مرسوم نیست، متاسفانه شیرازه ای از قدرت طلبی و رفتارهای غیر دموکراتیک رو دارن، معمولا دوست دارن که همه چی تحت سیطره اونها باشه. از جمله مطبوعات و رسانه‌ها باید مطابق میل قدرت و حکومت حرف بزنن، مطلب بنویسن و طبیعتاً با توجه به اینکه بخش مهمی از جامعه به دنبال اطلاع از اخبار، اطلاع از رفتارهای غیرقانونی حکومت‌ها هستند، طبیعتاً رسانه‌ها که در رسانه ها شاغل هستند و ذات به شما عرض کنم که رسالت خبرنگاری ایجاب میکنه که رفتار رسانه ها بر شما عرض کنم که اطلاع رسانیشون بر شیوهی قرار بگیره که به روشنگری افکار عمومی منجر بشه و طبیعتا یک تعارض و تضادی بین حکومت های مستبد، حکومت هایی که قدرت رو یک پارچه برای خودشون میخوان و مطبوعات که به نوعی رکن چهارم دموکراسی هم محسوب میشن همیشه بوده و هست و در کشور ما هم متاسفانه این روند از ابتدا بوده و چه بسا همینطور که اشاره هم شد در مقاطعی دچار فرازی زیادی شده و رسانه های سانسور شدن، رسانه های محدود شدن و حتی رسانه های ممنوع چاپ شدن و این شما عرض کنم که جریان یک جریان به شما عرض کنم متداول شده و ما در خود من حداقل در این 30-40 سال عمری که سابقه کار مطبوعاتی دارم بارها و بارها شاهد این رفتارها بودم و دلیل عمدهش اینه که حکومت‌ها از هدایت افکار عمومی به سمت به شما عرض کنم شفافیت، به سمت درک حقایق نگرانن و فکر می‌کنن که با این رفتارهاشون میتوانند جریان افکار عمومی را به نفع حکومت، به نفع قدرت تغییر مسیر بدن. در حالی که خب خیلی واضحه الان ما در عصری واقع شدیم که بهش میگن عصر ارتباطات و ابزاری که در اختیار ما هست همه ماها تبدیل به یک خودرسانه کرده. همه مردم میتونن اگر اراده کنن با این ابزاری که در اختیارشون هست حرفشون رو به هر جا که میخوان منتقل کنن، هر نوع مطلبی رو که میخوان منعکس کنن و به نظر من تلاش حکومت‌های توتالیتر، تلاش حکومت‌های مستبد برای جهت‌دهی به جریان رسانه‌ها یک جریان کاملا، یک فعالیت کاملا بیهوده است و هیچ طرفی از این سیاست‌ها بر نمی‌بندن.
آقای مقدم، شما امروز از خبرنگاری و فعالیت رسانه‌ای در ایران چه تعریفی دارید و خبرنگاران طی چند دهه اخیر با چه مشکلاتی بر سر راه شغل خود مواجه بودند؟ بفرمایید. اون چیزی که الان در بین اصحاب رسانه رایجه، در بین خبرنگاران، خبرنگاری در ایران رو به نوعی راه رفتن روی مین تعریف میکنن. خب شغلی نامطمئن، شغلی ناپایدار، پر ریسک و همه این به شما عرض کنم که مسائل این شکلی در بطن کار خبرنگاری ایران نهفته است و همه روزنامه نگارا میدونن که این شغل برای اونها شغل پایداری نیست و من بارها و بارها شاهد بودم در رسانه‌هایی که فعال بودیم، هیئت تحریریه‌ای که عموما افرادی که در این حوزه کار میکردن این حرفه رو به عنوان شغل دوم خودشون و چه بسا شغل هم نه، یک کار دلی، یک کاری که مبتنی بر علاقه درونی هست و به شما عرض کنم نمیتونه به عنوان یک شغل تلقی بشه. ناامنی خب در این شغل فراوان هست، از جهت اقتصادی، از جهت ناپایداری شغلی، از جهت امنیت شخصی که خب خیلی ما شاهد بودیم که افرادی رو به دلایل مختلف گرفتن، همینطور که در گزارش هم دوست عزیزمون همکارتون اشاره کردن، بازداشت شدن و با همه این تفاصیل خبرنگاری، کار رسانه در ایران همچنان مورد مراجعه هست و دوستان زیاد، عزیزان زیادی هستن که این کار رو دوست دارن و واردش میشن و طبیعتاً تبعات اون شغل رو هم بر خودشون هموار میکنن.